سر خط خبرها. تعداد موارد مرگومیر خوشبختانه در همه روزهای اخیر روند کاهشی داشته. افزایش 117 نفری آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران. دولت میگوید کشور از اوج بحران عبور کرده. That's not good. Not fair. پاسخ سازمان بهداشت جهانی به انتقاد دونالد ترامپ. این نهاد بین المللی میگوید اپیدمی را سیاسی نکنید. تمایل بعضی از دولت‌های اروپایی به لغو تدریجی محدودیت‌ها در پی کاهش شیوع کرونا. نخست وزیر اسپانیا میگوید نباید عجله کرد. و راز بقا از جنگ جهانی دوم تا دوران کرونا. زن 97 ساله بریتانیایی بهبود یافت. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در ایران دولت از کاهش شمار قربانیان کرونا و افزایش روند بهبود مبتلایان خبر داده. وزارت بهداشت اعلام کرده از دیروز بیش از 1600 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و 117 نفر دیگر جانشان را از دست دادند. هرچند نظرسنجی شهرداری تهران و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران حکایت از این دارد که حدود نیمی از مردم به آمار دولت اعتماد ندارند. دولت می‌خواهد از اول هفته آینده بعضی از محدودیت‌ها را که برای کنترل شیوع کرونا وضع شده بود لغو کند و اکثر کسب و کارها دوباره فعال شوند. در این میان آیت الله خامنه ای گفته کرونا نباید مردم را از بگفته او توطئه غرب غافل کند. آنایتا شمس گزارش می‌دهد. الحمدلله رب العالمین. صحبت های آیت الله خامنه ای امروز به مناسبت نیمه شعبان، زادروز امام 12 شیعیان. اما در مورد این حادثه رایج کشور که حادثه کروناست، خب این یک ابتلای عمومی است، یک آزمون است، آزمون برای دنیاست، هم برای دولت‌ها هم برای ملت‌ها. دولت‌ها هم در این حادثه امتحان میشن، ملت‌ها هم در این حادثه امتحان میشن. آقای خامنه‌ای کرونا را مشکلی بزرگ و خطرناک نامید، اما در مقایسه با بسیاری از مشکلات دیگر آن را ناچیز دانست. امثال اینها فراوان اتفاق افتاده. پس ما بدانیم که همین حالا هم میلیون‌ها انسان در زیر فشار ظلم و ستم دشمن و دشمنی‌های دشمنان قدرتمندان الان رنج میبرند. مردم در یمن، مردم در فلسطین و در بسیاری از نقاط دیگر جهان زیر فشار هستند. پس مسئله کرونا ما را از توطئه دشمنها غافل نکنه، از توطئه استکبار غافل نکنه، که دشمنی استکبار هم با اصل نظام جمهوری اسلامی است. تحقیقی در سازمان ملل نشان می‌دهد بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به فقر 500 میلیون نفر در دنیا منجر خواهد شد. همه‌گیری کرونا قشرهای آسیب‌پذیر را تحت فشار گذاشته، از جمله در ایران که اکثر مردم کم و بیش زیر فشار اقتصادی هستند. سبزوار طرح هر محله یک قربانی. آقای خامنه‌ای در این سخنرانی با جزئیات از کمک‌های خودجوش مردمی نام برد، اما در مورد کمک دولت به قشرهای آسیب‌پذیر به کلیات بسنده کرد و گفت مسئولان برای قشرهای ضعیف هم فکرهایی کرده اند. او توصیه کرد که هرچه زودتر این برنامه‌ها را به اجرا در بیاورند. به نقش مردم هم تاکید کرد. لکن در کنار این مردم هم وظیفه دارند. عده‌ای هستند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگیشون به سختی قابل گذران هست و نمیتوانند زندگی معمولی عادی خودشون رو اداره کنن. مردمی که دستشون باز هست و توانایی دارن باید در این زمینه فعالیت وسیعی رو شروع کنن. آیت الله خامنه ای مدیریت کشورهای غربی در مقابله با کرونا را زیر سوال برد و ضعف‌های فرهنگی غرب گفت.
از درگیری در بعضی از فروشگاه‌ها بر سر دستمال توالت تا صحبت‌های یک سناتور آلمانی که آمریکا را به استفاده از روش غرب وحشی برای دستیابی به یک محموله ماسک و دستکش متهم کرده بود که قرار بود به آلمان فروخته شود. غرب وحشی زنده شده. این حرف اوناست. ما وقتی که بگیم غرب یک روح وحشیگری درش وجود داره که با ظاهر آراسته و اتکلون زده و کراوات بستش منافاتی نداره، بعضیا تعجب میکنن و انکار میکنن. این حالا خودشون میگن. البته این اصطلاح غرب وحشی از طرف سناتور آلمانی اشاره به غرب آمریکا در قرن 19 است. ساکنانی که به دنبال طلا بودند و از هیچ قانونی پیروی نمی‌کردند. جهش تولید. آقای خامنه‌ای جهش تولید برای کشور را حیاتی خواند، در حالی که پیش از بحران کرونا هم چرخ اقتصاد ایران به کندی می‌چرخید. او روز دوشنبه 11 روز بعد از درخواست رئیس جمهوری با تخصیص 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا و مدیریت عوارض آن موافقت کرد. دولت ایران همچنین امیدوار است که بتواند از صندوق بین‌المللی پول 5 میلیارد دلار وام بگیرد. و برای اینکه چرخ اقتصاد کاملا از حرکت نایستد، می‌خواهد کسب و کارهایی که آنها را کم خطر می‌خواند از شنبه دوباره فعال شوند. هرچند خود دولت هم اذعان می‌کند که مبارزه با شیوع کرونا در این شرایط سخت‌تر خواهد بود. آنایتا شمس، بی بی سی. تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی از پاریس با ما هستند. آقای رحمانی، در حالی که در شرایطی که مردم دارن با بحران کرونا در ایران دست و پنجه نرم می‌کنن، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران میاد صحبت می‌کنه، میگه از توطئه غرب نباید غافل شد. چقدر موضوعیت داره واقعا این صحبت ها در این شرایط؟ ببین آقا خامنه‌ای، به نظر من این سخنرانی حتی خارج از اون حرف تکراریش یه ناگفته داشت. یعنی یه زمانی آقا خمینی گفت حفظ نظام از اوجب واجباته. خب میشه نماز و حج هم تعطیل کرد. خب الان کردن، ولی یه چیزی اضافه تر شده. الان حفظ آقای خامنه‌ای از نظام هم واجب‌تره. شکلی که آقای خامنه‌ای یه مرد 80 ساله که در همه امور دخالت میکند الان تقریبا در قرنطینه است. در صورتی که همین رهبران قبلی که ایشان میگوید میان توی مردم، حتی ترامپی که سنش بالاست. این که الان غرب اشکال داره ما بحثی توش نداریم، منتها یه ویژگی در کشورهای غربی هست، اگر ترامپ نادرست است بعد مدتی میرود، ولی اگر کسی با آقای خامنه‌ای انتقاد داشته باشه، من واژه وحشیگری تعریف کنم. اگر کسی با آقای خامنه‌ای انتقاد داشته، آقای خامنه‌ای چگونه میشه؟ با آقای خامنه‌ای بگوییم نمیشه. ببینید وحشیگری کشتار آبان، گر فرانسه هم جلشگاه زرتا سرکوب شدن، خطر هم بود، ولی آیا به شدت آبان بود؟ آیا اونقدر کشته داشتن؟ آقا خامنه‌ای وقتی میتواند ایران با غرب مقایسه کند که خودش یک مدلی ارائه کرده باشه. 40 سال گذشته حکومت دینی اون مقدار اعتماد به نفس روشنفکران ایرانی از بین برده و اتفاقا همیشه... ما رو مقلدتر به غرب کرده. بله، همیشه گفته میشه که رژیم ایران، نظام در ایران حفظ و بقای خودش رو در سایه داشتن دشمنی مثل آمریکا میدونه. الان کرونا یک دشمن نامرئی هست. این آیا واقعا نگران کرده مقامات رو در ایران و رهبر ایران رو؟ ببینید آقای خامنه‌ای میگه ما مسئله مهمتری داریم. مسئله مهمتر ما اقتصاده. ولی آقای خامنه‌ای مسئلهش یمن و فلسطینه. ما میدونیم یمن و فلسطین هم مسئله مردم یمن نیستن. مسئله قدرت امپراتوری. آقای خامنه‌ای گفتمانش این گفتمان برخی از حکومت‌های توسعه طلبی غربیه. یعنی همون جور که آقای کیسینجر میگوید نظم لیبرال را آمریکا باید مدیریت کند، این معنی داره. تو جنگ هم هست، همونجور چین هم امکان داره این دیدگاه داشته باشه، آقای خامنه‌ای هم همین دیدگاه داره. ولی آیا ما در حد چین و آمریکا هستیم؟ آیا ما منافع ملی خودمون رو اصلا میدونیم لحاظ کنیم؟ ببینید آقای خامنه‌ای گفتمان رقیب مبتلا شده بدون اینکه اون بضاعت داشته باشه و بدون اینکه خواست مردم در نظر بگیره. گفتیم در این نظام‌های غربی چرخش قدرتی هست، یک نگاه اوبامایی و یک نگاه ترامپی هم هست، یک نگاه کربنی و یک نگاه جانسونی هم هست. آقای خامنه‌ای همین چی گرفته دستش؟ حفظ آقای خامنه‌ای الان شده از اوجب واجبات و اساساً به حجه میشه و تعطیل کرد، ولی لذت قدرت رو نمیشه تعطیل کرد.
حتی توی قرنطینه یک مرد 80 ساله که چقدر توان داره که همه اوضاع رو مدیریت کنه. به این نکته باید توجه کرد در سخنرانی ایشان. متشکرم از شما تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی در پاریس. در جهان شمار مبتلایان به کووید 19 به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده. بیش از 90,000 نفر هم بر اثر این بیماری جان باختند. آمریکا چهارشنبه با حدود 2,000 جان باخته مرگ بارترین روز در مقابله با کرونا را تجربه کرد. همزمان در پی انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از سازمان بهداشت جهانی، مدیر این سازمان گفته شیوع کرونا را نباید سیاسی کرد. تدروس آدهانوم گبریسیوس در عوض خواستار اتحاد در مقابله با این بیماری شده. در اروپا دو کشوری که بدترین شرایط را از نظر شیوع این بیماری داشتند، یعنی ایتالیا و اسپانیا، نشانه هایی از کاهش موارد ابتلا دیده می شود. در همین حال جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا به بی بی سی گفته اتحادیه اروپا باید در کمک مالی به آن دسته از اعضایش که اقتصادشان بر اثر کرونا آسیب جدی دیده قاطعانه عمل کند. بارنا عباسی گزارش می دهد. نیز در آفتاب بهاری می درخشد. قایق‌ها اما هنوز بی مسافرند و خیابان‌ها خالی. روزهایی که شاید آغاز پایان دوران سخت کرونا باشد. سرعت ابتلا به کووید 19 در ایتالیا از 7% در هفته گذشته به 1% رسیده و شمار جانباختگان هم نسبت به چند روز قبل تقریبا نصف شده. کارشناسان تایید کردند که منحنی ابتلا داره کم کم مسطح میشه. شمار موارد ابتلا داره کم میشه. مطمئنیم که اگر به همین شکل ادامه بدیم، بدترین مرحله رو پشت سر میگذاریم. اما این تازه آغاز بحرانی دیگر است. انتظار میرود اقتصاد ایتالیا در اثر شیوع کرونا 11% کوچکتر شود. نخست وزیر خواهان کمک اتحادیه اروپا است. اینکه بدهی کشورهایی که بیشترین آسیب را از کرونا دیدند با دیگر اعضا تقسیم شود. این چالشی بزرگ برای موجودیت و تاریخ اروپا است. این بزرگترین چالش برای اروپا از زمان جنگ جهانی دومه و اگر اتحادیه اروپا نتونه یک سیاست مالی درخور این چالش رو دنبال کنه، نه تنها مردم ایتالیا بلکه شهروندان سراسر اروپا به شدت ناامید خواهند شد. در اسپانیا، کشوری که با بیش از 152 هزار مورد بیشترین شمار مبتلایان در اروپا را دارد، نخست وزیر به مجلس آمده تا خواهان تمدید تعطیلی ها شود. پدرو سانشز میگوید اسپانیا روزهای سخت را پشت سر گذاشته، اما هنوز با شرایط عادی فاصله دارد. شواهد غیر قابل انکاری هست که اعلام وضعیت اضطراری نتیجه داده. بعد از هفته ها مبارزه طاقت فرسا، آتشی که این بیماری به پا کرد داره تحت کنترل در میاد. آمار و ارقام امیدوار کننده است. ما از نقطه اوج کووید 19 عبور کردیم و در آغاز نقطه کاهش هستیم. اینجا در آمریکا غروب آفتاب چهارشنبه پایانی بر مرگبارترین روز از زمان سرایت کرونا. با حدود 2,000 جان باخته دیگر، نزدیک به 800 نفرشان در نیویورک. دونالد ترامپ سازمان جهانی بهداشت را بی تقصیر نمی داند و می گوید ممکن است کمک آمریکا به این سازمان را قطع کند. قضاوت سازمان جهانی بهداشت غلط بود. خیلی اشتباه کردن. قضاوتشون از جهات مختلف غلط بود. این خطر رو خیلی کوچک جلوه دادن. سخنانی که این واکنش را در پی داشت. این مسئله را سیاسی نکنید. نیازی نیست از بیماری کووید 19 برای به دست آوردن امتیاز سیاسی استفاده کنید. با وجود آمار بالای جانباختگان در آمریکا، نشانه هایی از کمتر شدن شمار مبتلایان جدید کورسوی امیدی به اینجا آورده. دونالد ترامپ خوشبین به نزدیک بودن پایان محدودیت ها. خیلی خوب میشه که کشورمون رو یا حداقل بیشتر نقاط کشورمون رو بتونیم به سرعت از تعطیلی در بیاریم. خیلی زود این کار رو انجام میدیم. به نظر من ما از پیشبینیامون جلوتریم. با این حال کارشناسان هشدار میدهند که ردپای کرونا همچنان بر در و دیوار شهرها پیداست. ویروسی که در کمین ایستاده و تلاش برای بازگشت سریع به حالت عادی شاید آن را قوی تر و مرگبارتر از پیش بازگرداند. بارانه عباسی، BBC.
در همین حال مقام های آمریکایی میگویند به نظر میرسد قواعد مربوط به فاصله گذاری اجتماعی اثر کرده و سرعت رشد بیماری کمتر شده. از واشنگتن خبرنگارمون سام فرزانه با ما. سام، بیشتر به ما بگو که چه شواهدی وجود داره از اینکه اوضاع بهتر شده در آمریکا اونطور که مقام های آمریکا میگن؟ همین چند ساعت پیش مقام های آمریکایی در مقام های در واقع بهداشتی، نه مقام های سیاسی، در تلویزیون های آمریکایی صحبت کردند و اونجا اشاره کردند به اینکه بر اساس اون چیزی که اونها فکر می‌کردند اتفاق نیفتاده و اوضاع به اون بدی نیست که اونها منتظرش بودند، و دلیل اون رو هم در این میدونن که با دور بودن افراد از همدیگه و خانه نشینیشون، اینها در واقع از همدیگه دور هستند و این ویروس منتقل نشده اونطور که اونها فکرش رو میکردن، و به همین دلیل یک مقداری ابراز امیدواری کردند که اوضاع به اون بدی نباشه که اونها تصورش رو میکردن. حتی در شهر نیویورک که الان بیشترین تعداد مبتلایان رو داره، بیشترین تعداد مرگ رو داره، حتی توی اونجا هم دارن میبینن که میزان انتقال ویروس از فرد به فرد داره یک مقداری سرعتش کاهش پیدا میکنه، و امیدوار هستند با اینکه در هفته‌های آینده احتمالاً مرگ‌های بسیاری از آمریکا گزارش خواهد شد و بیماری اینجا همچنان به سرعت پیش خواهد رفت، ولی میگن که خبرهای خوب بعد از اون کم کم شروع میکنه به اومدن. اما در این حال مقام‌های بهداشتی هشدار دادن که اگر به یک باره بخواد همین قواعد برداشته بشه و افراد به هم دیگه نزدیک بشن دوباره در اجتماع، ممکنه که اون موقع دوباره برگردیم به همون جایی که بودیم و بیماری یک بار دیگه توی جامعه پخش بشه. متشکرم از تو سام فرزانه. تا دقایق دیگر قرار است وزیران 23 کشور صادرکننده نفت عضو و غیر عضو اوپک در نشستی اضطراری درباره کاهش احتمالی سقف تولیدشان تصمیم بگیرند. یک ماه پیش نشست فوق‌العاده این کشورها در وین به دلیل مخالفت روسیه با کاهش تولید پیشنهادی بی‌نتیجه به پایان رسید. از آن زمان کاهش تقاضا به دلیل بحران شیوع کرونا و افزایش تولید بعضی از کشورها از جمله عربستان باعث شده قیمت نفت در بازارهای جهانی شدیداً پیدا کند و در مقطعی به کمتر از 25 دلار برسد، ولی در یک هفته گذشته خوشبینی به توافق برای کاهش تولید باعث شده که قیمت نفت برنت بشکه حدود 10 دلار بالا برود و به نزدیک 35 دلار برسد. بهرنگ تاجرین همکارم اینجا در استودیو با ماست. از یک ماه قبل تا الان خیلی چیزها عوض شده. در اون زمان عربستان و روسیه با هم اختلاف نظر شدید داشتن و آمریکا هم هیچ وقت هم نظر نبوده با اونها در مورد میزان قیمت نفت، ولی الان به نظر میاد که همه در یک ردیف قرار دارن. چقدر به نظر میاد که به توافق برسند امروز؟ همه در یک موضع قرار گرفتن به این معنی که همه خواهان کاهش تولید جهانی نفت برای بالا رفتن قیمت نفت هستن. اما مثلا اینی که جمله هاشون مجهوله، معلوم نیست چه کسی باید اینو کم کنه، بحث و دعوای اصلیه. همون یک ماه پیش هم شاید یکی از دلایلی که باعث شد روسیه با پیشنهاد 22 کشور دیگه برای کاهش تولید مخالفت کنه این بود که حرف روسیه که خیلی کشورهای دیگه هم باهاش موافقن اینه که نمیشه که مثلا این کشورها اوپک و متحدانش جمع بشن تولیدشون رو کم کنن، سودش بره توی جیب تولید کننده هایی که عضو این مجموعه نیستن، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل نروژ و الی آخر. به همین خاطر بحث روسیه این بود که باید اونها هم قبول بکنن که کم کنن. حالا به نظر میاد که اگر امروز همین کشورها، این 23 کشور عضو و غیر عضو اوپک، به توافقی برسن، احتمالاً توافق منوط میشه به اینکه در نشست فردای گروه 20، جایی که آمریکا و کانادا و بقیه هم هستن، اونها هم قبول بکنن که تولیدشون رو کاهش بدن. ظاهرا آمریکا گفته که این قیمتای پایین باعث میشه که تولید نفت مخصوصا شیل آمریکا کم بشه، تولید آمریکا 1.5 میلیون بشکه در روز کم بشه. اما بعضیا از جمله روسیه حرفشون اینه که نه، اگر ماها داریم تولید رو کاهش میدیم به صورت فعالانه، آمریکا و کانادا هم باید فعالانه تولیدشون رو کم کنن. چقدر به نظر میرسه که آمادگی اینو دارن که آمریکا و کانادا با عربستان و روسیه همکاری بکنند؟ ببین، واقعیت داستان اینه که اتفاقی که یک ماه پیش افتاد، برای اولین بار بعد از فکر میکنم 8 یا 10 سال اوپک نشستش بدون هیچ توافقی به پایان رسید، باعث شد که هر کشوری هر چقدر میخواد تولیدش رو ببره بالا
مثلا عربستان در یک ماه گذشته تولیدش 2 میلیون بشکه در روز برده بالا، دلیل اصلی بی‌اعتمادیه. دلیل اصلی اینه که اگر یک کارتل، اگر یک اتحادیه بین تولید کنندگان هر کالایی از جمله نفت بخواد در واقع مؤثر باشه، لازم همه توش باشن یا اکثر تولید کننده ها توش باشن. مسئله اینه که الان همه با همدیگه اختلاف سر این دارن که میگن نه تو کم کن، نه تو کم کن. مثال بزنم سریع، الان مثلا یکی از موضوعات اختلاف در نشست امروز سر اینه که اگر تولید قرار کم بشه معیار کی باشه، معیار مثلا تولید 3 ماه اول سال جدید میلادی باشه که مثلا عربستان روزی 10 میلیون بشکه در روز تولید میکرد، یا معیار تولید در ماه آوریل باشه که عربستان 2 میلیون بشکه ظرفیت خالیش رو هم فعال کرده بود و تولیدش رو بالا برده بود. در نتیجه اینا همش عواملیه که رسیدن به یک توافق رو سخت میکنه. متشکرم از تو بهرنگ تاجدین اینجا در استودیو. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است. وزارت صحت عامه گفته با ثبت 40 مورد جدید تعداد مبتلایان مشاهده شده به 484 نفر رسید. آمار جدید شامل ولایت هرات نمی شود. در همین حال امروز محدودیت تردد در شهر کابل هم به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا تشدید شده. ائتلاف رهبری عربستان در یمن 2 هفته آتش‌بسی یک جانبه اعلام کرد. هدف از این اقدام حمایت از تلاش‌های سازمان ملل برای پیدا کردن راه حل سیاسی برای بحران یمن و همینطور مقابله با شیوع ویروس کرونا عنوان شده. نیروهای ائتلاف در 5 سال گذشته سرگرم نبرد با شورشیان حوثی در یمن بودند. حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردارند هنوز به این اقدام واکنشی نشان ندادند. پلیس استرالیا با ورود به یک کشتی تفریحی که مسافرانش به کرونا مبتلا شده بودند، جعبه سیاه این کشتی را با خود برد. گفته می شود نزدیک به 10% مبتلایان در همین کشتی به ویروس کرونا آلوده شدند. دولت استرالیا در حال تحقیق در این باره است که چگونه به هزاران مسافر این کشتی اجازه داده شد در بندری در سیدنی پیاده شوند. در ایران حداقل دستمزد کارگران در سال جاری برای اولین بار بدون توافق با نمایندگان کارگران و تنها با نظر نمایندگان کارفرماها و دولت تعیین شده. بر اساس این توافق پایه ماهانه حقوق کارگران برای امسال 1,835,000 تومان در نظر گرفته شده که نسبت به پارسال 21% بیشتر است. منتقدان میگویند این میزان افزایش حدود نصف نرخ رسمی تورم در ایران است. رجا اسدی همکارم از لندن با ما است. رجا بیشتر بهمون بگو که واکنش ها به این موضوع چه بوده. ناجیه، کاربران و شهروندان از 2 منظر دارن به این موضوع نگاه میکنند. یکی اینکه انتقاد از این میزان افزایش و یکی انتقاد از نحوه به تصویب رسیدنش. در مورد اول خیلی ها دارن میگن این میزان افزایش اصلا کافی نیست و برابری دادن و تبدیلش کردن به دلار. مثلا یکی از این کاربران که تبدیل کرده این میزان بر افزایش و 21% که افزایش بوده و گفته حالا میزان درآمدشون یعنی $119.58 در ماه، که این یعنی $3 در روز، و گفته اینو مقایسه کنید با میزان درآمد در کشورهای منطقه در اروپا، با کویت، با آمریکا و بریتانیا که وضع کارگران رو درک کنید و همین و مقدار مواد غذایی و مواد اولیه قیمتش رو در همین کشورها مقایسه کنید با کشور خودمون که یک کارگر چقدر توانایی خرید داره در کشور ما. یک کاربر هم گفته که کسانی که از دولت آقای روحانی حمایت میکردن وقتی قیمت بنزین رفت بالا و گفتن که این قیمت باید واقعی باشه و برابری کنه با قیمت بنزین در کشورهای خلیج فارس، حالا بیان در مورد این میزان حداقل دستمزد کاربر رو صحبت کنن که آیا این میزان هم با کشورهای خلیج فارس برابری میکنه در امارات، در کویت، در بحرین. چرا الان نمیان صحبت بکنن در مورد قیمت واقعی، قیمت‌های واقعی؟ بعضی اومدن مقایسه کردن با مثلا در سال 57 قیمت چقدر بوده. کاربری گفته در سال 57 درستش رو خودش میدونه. حالا این پیشنهادی که داده اینه که مقایسه بیاید بکنید اون موقع که یک کارگر میتونست 2.5 سکه بگیره با حقوقش، ولی الان باید حقوقش 15 میلیون تومان باشه حداقل که بتونه 2 تا سکه بتونه
به دست بیاره. بعضی هم از کارفرماها دارن دفاع میکنن و میگن که خب کارفرما یعنی 21% افزایش هزینه انسانی و تو این وضعیت تولید کارفرما چطور میتونه این از پس این هزینه بر بیاد؟ اما در پاسخ این عده کسایی هستن که میگن تأمین کاهش هزینه ها از طریق حقوق کارگران اصلا ایده خوبی نیست، برای اینکه کارگرها دارن چرخ تولید کشور رو میچرخونن و باید بهشون رسیدگی بشه. اما گفتم در مورد مورد دیگه ای هم انتقاد شده و اون نحوه تصویب این حداقل دستمزد که همونطور که خودت هم گفتی میدونیم که با حضور نمایندگان کارگران حضور داشتن اما موافقت ایجاد نشده و بدون توافق اونها این صورت جلسه امضا شده که این باعث شده خیلی حرف بزنن که این کار غیرقانونیه، چون طبق قانون باید حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت و بر اساس میانگین تورم تصویب بشه که این هم مورد دیگه ای بوده که تورم الان چه بالای 41% اما میزان افزایش 21%، این یعنی حداقل کمتر از نصف میزان تورم و با سبد معیشتی مردم هم کاربران میگن این میزان افزایش نمیخونه. متشکرم از تو رجا اسدی. جویس زن 27 ساله بریتانیایی حالا زن 97 ساله بریتانیایی حالا شکست دادن کرونا رو هم به افتخارات زندگیش اضافه کرده. داستان او رو بشنویم از خوب شدنش در این روزهای استراب پر از کرونا که او در جنگ جهانی دوم در نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا خدمت میکرد و حالا با نجات از کرونا نشون داده که همچنان روحیه مبارزه رو از دست نداده. کوین رید خبرنگار بی بی سی گزارش میده. وقتی کرونا گرفت همه ترسیدند که زنده نماند، اما حالا صحیح و سالم به خانه برگشته. فقط یه خورده سرفه کردم، همین. چند روز سرفه کردم و بعد سرفم قطع شد. 21 سال است که بیوه شده و دو فرزندش زمان زیادی از او مراقبت کرده اند، اما هنوز هم قوی است. زندگیش سختی و خوشی زیاد داشته، مثل هم نسلیاش، اما خودش رو سر پا نگه داشته. فلسفش اینه: خودت رو جمع و جور کن و با سختی ها بساز. الان خیلی عالیه. هر چقدر از کادر درمانی تشکر کنیم کمه. هر روز بهشون زنگ می‌زدیم و اونا ما رو از حالش باخبر می‌کردن. وقتی حالش خوب شد هممون شگفت‌زده شدیم. خوبه که به خونه برگشته. جویس 6 نوه و 7 نتیجه دارن. حالا همگی برای تولد 100 سالگیش برنامه ریزی می‌کنند. If it warms up like it says it. اگه هوا گرم بشه ممکنه بتونم برم بیرون. اما حالا نمیرم بیرون که یه بار دیگه سرما نخورم. کافیه. کوین رید، بی بی سی نیوز، استافوردشایر. میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.